نام خدا، سلام و شبتان بخیر. امروز چهارشنبه سوم دلو 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 23 ژانویه 2019 میلادی. با مجموع خبری ساعت 8 شب و یونیتورین خوش آمدید. سرخط مهمترین خبر. سومین روز گفتگوی طالبان با خلیلزاد در دوحه. وسلوال طالبان نور د دغه سیناش څخه ډډه وکړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته کښېني. تاکید بر تغییرات بنیادی در کمیسیون انتخابات. مشکلی که در انتخابات پیش آمده مسئولیتش مستقیم به کمیشنرها برمیگرده. شما ما شنیدیم کمیشنرها میگیم ما در سطح دارالانشا اصلاحات به وجود میاریم، در سطح ولایت ها اصلاحات به وجود میاریم. و تلاش روسیه و ترکیه بر حل بحران سوریه. مشروع خبرها. بانک گفتگوی نمایندگان طالبان با زلمه خلیزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در قطر ادامه دارد. شورای عالی صلح از طالبان می‌خواهد که حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان شوند. شورای عالی صلح می‌گوید با آنکه نقش جامعه جهانی در روند صلح مهم است، اما دیدگاه حکومت در مورد این روند نیاز جدی است. آگاهان به این باور هستند که اگر در گفتگوهای صلح حلقات سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و مردم نقش نداشته باشند، نتیجه آن برای شهروندان کشور پذیرفتنی نخواهد بود. سه روز شد که گفتگوی زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان در دوحه ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا جزئیات این دیدار را روشن نکرده است. در این حال شورای عالی صلح با آنکه این گفتگوها را مفید می‌داند، اما از طالبان می‌خواهد که به جای همچو گفتگوها با حکومت افغانستان دور میز مذاکره بنشینند. موږ امیدواری چې دوی خپل همکاري نور هم د افغانستان د سولې پروسې سره نور هم لکه مخکې چې وکړی و هغسې ادامه ورکړي. خو موږ غوښتنه دا ده چې وسلوال طالبان نور د دغسې ناستو څخه ډډه وکړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته کښېني. طالبان در اعلامیه گفتند که نمایندگان آنها به ریاست شیر محمد عباس استانکزی با زلمه خلیلزاد در دوحه مصروف گفتگواند. منبع افزوده که در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز بحث شده است. من فکر میکنم توافقی که بین آقای خلیلزاد و طالبان صورت بگیره، دولت افغانستان هم قطعا به او توافق تمکین میکنه برای ای که آقای خلیلزاد در مذاکراتش با طالبان، در گفتگوهایش بحث خواستها و توقعات دولت افغانستان را حتما در نظر میگیره. از سوی هم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از طرف‌های درگیر جنگ خواسته تا از طریق گفتگو اختلاف‌هایشان را حل بسازند. تمامی طرف‌هایی که در جنگ افغانستان درگیرند در دور یک میز بنشینند. من فکر می‌کنم بجز از راه نظامی راه‌های دیگر هم است که مشکل افغانستان از آن طریق حل شود. این چهارمین بار است که نمایندگان طالبان با نمایندگان آمریکا دیدار و گفتگو می کنند. این گروه گفته تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند. این گونه گفتگوها در صورتی که دولت افغانستان، مردم افغانستان، جامعه مدنی افغانستان و گروه های مختلف اجتماعی افغانستان در اون نقش نداشته باشه و شریک نباشه و محتوا و آجندای مذاکرات و نتایج مذاکرات برای مردم بیان نشه و به صورت شفاف نمیتونه امیدوار کننده باشه. در همین حال محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح روز چهارشنبه به چین سفر کرد تا در مورد روند صلح با مقام های آن کشور گفتگو کند. با وضعیت موجود در کمیسیون های انتخابات رفتن به سوی انتخابات ریاست جمهوری گناه بزرگ است. برخی از آگاهان انتخاباتی میگویند نیاز است نخست اصلاحات بنیادی در کمیسیون ها ایجاد شود. در همین حال برخی از ناظران انتخاباتی نیز چالش ها در روند انتخابات ریاست جمهوری را نگران کننده میدانند. مشکلات و نارسایی ها در روند انتخابات مجلس نمایندگان سایه سیاه به انتخابات ریاست جمهوری انداخته است. ناظران و نامزدان انتخاباتی میگویند مشکلات به حد گسترده است که اگر حل نشود رفتن به انتخابات ریاست جمهوری حرکت به سوی پردگاهی نیستی است.
با این حال ضعف مدیریت، اتهام فساد اداری، مداخله حکومت، مشکل استفاده از بایومتریک، قوانین دست و پاگیر و ناامنی از چالش‌های موجود در انتخابات است. آگاهان انتخاباتی باور دارند که پیش از رفتن به انتخابات ریاست جمهوری باید به این مشکلات رسیدگی صورت گیرد. مشکلی که در انتخابات پیش آمده مسئولیتش مستقیم به کمیشنرها برمیگرده. شما ما شنیدیم که کمیشنرها میگه ما در سطح دارالانشا اصلاحات به وجود میاریم، در سطح ولایت ها اصلاحات به وجود میاریم. این اصلاحات در حقیقت یعنی غافل شدن از مسئولیت اصلی است که او کمیشنر است. یکی بحث. بحث دوم میتونه در قانون اصلاحات به وجود بیاید. نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند باید حکومت برای اعتمادسازی دوباره در کمیسیون انتخابات اصلاحات گسترده را روی دست گیرد. تا مردم مطمئن شوند که کمیشنر یک مواد یک بار مصرف نیست که در انتخابات هر اشتباه و غلطی و نقض قانون و مسائل دیگر انجام بده، باز آخر روز و بالاخره بره با تمام ناکامیش یا مشاور شود یا سناتور شود یا یک در بسای دیگه کلیدی دولت جابجا شود. با این حال کمیسیون مستقل انتخابات میپذیرد که در روند انتخابات مجلس نمایندگان مشکلات نسبی وجود داشت، اما میگویند این مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نخواهد شد. تغییر در داخل کمیسیون، این تغییر تلخ مردم افغانستان تجربه کرده. بعد از انتخابات 2014 به نظر کمیسیون مستقل انتخابات و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تغییر سیستم لازمی است. با آنکه از انتخابات مجلس نمایندگان 3 ماه می‌گذرد، تا اکنون سرنوشت نهایی تمام ولایت‌ها روشن نشده و اعتراض‌های گسترده را نیز به همراه داشته است. در ادامه کمک‌های زمستانی بنیاد بیات، این بار شماری از معلولان پایتخت از آن مستفید شدند. انجینیر احسان الله بیات، رئیس بنیاد بیات، هنگام توزیع این کمک‌ها را بسنده ندانسته، می‌گوید تلاش صورت می‌گیرد تا به افراد بیشتر کمک شود. آقای بیات از دیگر شهروندان در داخل و بیرون از کشور نیز می‌خواهد که برای کمک بر مردمان نیازمند در افغانستان اقدام کند. سرمایه سخت روزگار کسانی را که زیر خط فقر زندگی می کنند دشوارتر کرده است. از این رو بنیاد بیات برنامه حمایتی از مردمان نیازمند را در فصلهای متفاوت به ویژه زمستان روی دست می گیرد. این بار کمک های زمستانی بنیاد بیات برای معلولان و معیوبان نیازمند در ناحیه اول کابل صورت گرفت. این کمک ها شامل مواد خوراکی، لباس های زمستانی و کمپل می شود. بنیاد بیات کوشش کرده که همیشه اقشار که زیادتر ضرورت و کمک داره اونا رو تحت پوشش خود قرار بده و یکی از او گروپ ها هموطنان ما که معلول هستن، اینا هستن که اینا تقریبا زیادتر از همه نیاز به کمک دارن. امروز ما خوشوقت هستیم که تانستیم یک اندازی کمک های زمستانی که ما خدمت هموطنان ما تهیه دیده بودیم برای عزیزان ما برسانیم، اما این بسنده نیست. خواهش مایی است که هموطنان ما، همی عزیزان ما را که ضرورت های بسیار زیاد دارن، اینا را مورد نظر بگیرن و کمک هایی را که دارن خصوصا در این فصل زمستان خدمت عزیزان ما برسانن. در همین حال شمار از معلولان میگویند که همواره از کمک های بنیاد بیات مستفید شدند. زندگی زنا یک رقم زندگی است، فقط زنده است دیگه، فقط زنده است، خلاص را میره نفس میکشه، خلاص دیگه کدام چیزی برای زیاد دادر نمیخوره. باز خوب است، یعنی برایشان یک چیزی میشد. از خداوند دلایزال خیر و برکت برش نصیب بگردانه و همیشه امیت و مسکینا و بیچاره را غمش میخوره و خبر دارم. بنیاد بیات دست کم در 10 سال کمک های فراوان در بیش از 25 ولایت کشور داشته و این کمک ها در سرما برای آنها مؤثر گفته می شود و از این نهاد می گویند کمک های این بنیاد خیریه دوام خواهد داشت. وقفه کوتاه در آریانا. خبرها را از آریانا نیز دنبال کنید. کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی ولایت‌های کاپیسا، پنچیر و سرپل را همگانی ساخت. این کمیسیون از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌خواهد که به زودترین فرصت بر بنیاد جدول زمانی بر شکایت‌های انتخاباتی رسیدگی کند. رئیس کمیسیون همچنان از نامزدان معترض می‌خواهد حقشان را از مجراهای قانونی مطالبه کنند. شاهپور فرهمند گزارش می‌دهد.
هرچند قرار بود ناوقت چهارشنبه نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان 12 ولایت دیگر اعلام شود، اما کمیسیون انتخابات تنها نتایج نهایی ولایت‌های کاپیسا، پنجشیر و سرپل را همگانی ساخت. بر بنیاد این نتایج در ولایت پنجشیر ذوالمحمد زلمی نوری با به دست آوردن 8456 رای و راحله سلیم با به دست آوردن 1577 رای به مجلس نمایندگان راه پیدا کردند. از ولایت سرپل محمد اکبر سلطان زاده با 9242 رای، محمد حسن شریفی بلخابی با 7358 رای، حمیدالله بیگ با به دست آوردن 6260 رای، سید حیات الله عالمی با 5746 رای و عزیزه جلیز با به دست آوردن 6015 رای به مجلس رای یافتند. از ولایت کاپیسا میرداد نجرابی با به دست آوردن 5849 رای، میر حیدر افضلی با 5370 رای، محمد اقبال صافی با 5355 رای و خدیجه الهام با به دست آوردن 1378 رای به مجلس نمایندگان راه یافتند. اما از این جمله 12 ولایت فقط 3 ولایت به ما یک روز پیش به کمیسیون رسید و ما هم تطبیقات اونا را به زودترین فرصت انجام دادیم و امروز با شما شریک ساختیم. خواهش ما است که ولایت باقی مانده را هم مطابق نمی تایملاینی که به اونا شریک ساخته شده به زودترین فرصت به شکایات مردم رسیدگی کنه و نتایجش به ما شریک بسازه تا که بعد از تطبیقات نتایج نهایی ولایت باقی مانده هم به زودترین فرصت اعلان شود. کمیسیون انتخابات خواستهای از نامزدان که نامشان در فهرست نهایی نیست نیز دارند. رئیس کمیسیون میگوید که نامزدان معترض باید حقشان را از مجراهای قانونی مطالبه کنند، نه با چالش آفرینی. کسایی که به پرلمان راه پیدا نمیکنه یا در لیست ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات نام خود نمیبینه، خواهش ما از اونایی است که حق خود از طریق مجرای قانونی مطالبه کنه، نه از طریق مظاهرات که مردم افغانستان اذیت کنه و راه ها را بند کنه و که موترها ساعت ها استاد بوده باشه و یا به ملکیت های شخصی مردم مظلوم افغانستان ضرر برسانه. کمیسیون مستقل انتخابات شماری از مدارک را با رسانه ها شریک می سازد و ادعا می کند که در بسیاری نارسایی های انتخابات مجلس نمایندگان این کمیسیون نقش نداشته است. با این حال کمیسیون انتخابات می گوید که کار روی بررسی اسناد نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را نیز آغاز کرده و به زودی فهرست نخستین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را همگانی می سازند. خبرهای خارجی پس از وقت کوتاه تقدیمتان می شود. دیدار رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، تلاش به حل بحران سوریه و نقش این دو کشور در بهبود اوضاع. تو وقت خوش آمدید. توجه کنید بچه‌ها، خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رجب طیب اردوغان همتای ترکیش در مسکو مشکلات کنونی سوریه را مورد بحث قرار می دهند. گزارش ها آکی از آن است که در این دیدار رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد خواهد کرد که در مورد ساخت یک زون امنیتی در سوریه تمرکز شود. روسیه و ترکیه از جوانب مختلف جنگ سوریه حمایت می کنند. پس آن که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نیروهایش را از سوریه خارج می کند، مسکو و انقره توافق کرده اند که عملیات های زمینی شان را در سوریه هماهنگ می کنند. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه منع خروج این کشور از پیمان ناتو را تصویب کرده است. این لایحه با اکثریت آرا تصویب شد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که نگرانی ها روی تعهد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج ایالات متحده از این پیمان تجدید شده است. اکنون با شمول آمریکا 29 کشور عضویت پیمان ناتو را دارند. لایحه حمایت ناتو از سوی هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات ها در مجلس نمایندگان پیشنهاد و تایید شده است. این لایحه استفاده از تخصیص برای خروج از پیمان ناتو را ممنوع می کند. خبرهای اقتصادی هم تا چند رسید. انتقاد اتحادیه مرغداری از حکومت، نگرانی از قوانین غیرعملی و خواست به حمایت از سرمایه گذاران.
دوباره خوش اومدید. اتحادیه وارد کنندگان گوشت مرغ اعلامیه وزارت زراعت را در مورد جلوگیری از واردات گوشت مرغ‌های پیر میپذیرند، اما میگویند برخی موارد این اعلامیه مشکل دارد. با گفته آنان گوشت‌های یخ‌زده را که وارد می‌کنند دارای تضمین صحی است. وزارت زراعت میگوید قیودا تنها بر واردات گوشت مرغ‌های پیر است. نمایندگان اتحادیه وارد کنندگان گوشت مرغ میگویند برخی بخش‌های اعلامیه وزارت زراعت در مورد جلوگیری از واردات گوشت مرغ‌های پیر مشکل دارد. آنان میگویند گوشت‌های یخ‌زده مرغ را که وارد می‌کنند تضمین‌های صحی ندارد. ما با اقدام وزارت زراعت 100% موافق هستیم به اینکه چیزی که مثلا ممنوعیت یا ضرر داره او وارد نگردد. و در یک متاسفانه یک چیز وجود داره، یک سردرگمی یا یک ابهام با وجود آمده درباره مرغ‌های یخ‌زده. هموطنان ما دچار شک و تردید شدن. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگن قیودات تنها بر واردات گوشت مرغ‌های پیر است. در حال حاضر فقط واردات مرغ‌های پیر یا مرغ‌هایی که بالاتر از 18 ماه است مراحل تخمگذاری خود سپری میکنه و ای از نظر صحی مزریت داره، اینا بند نشده، سایر واردات متوقف نیست، تنها واردات مرغ‌های پیر، مرغ‌هایی که بالاتر از 18 ماه است متوقف است. آگاهان هم به این باورند که هدف وزارت زراعت رشد مرغداری در کشور است، اما اکنون منابع داخلی پاسخگوی بازار نیست. دفعتن که ما اعلان میکنیم به این معناست که اینا تاجر ما بیشتر در این سکتور سرمایه گذاری کرده، صدمه میبینه، باعث از این خساره را امو سکتوری که اعلان میکنه در قانون تجارت، امو سکتور امی خساری تاجر را باعث از بپردازد. بر بنیاد معلومات وزارت زراعت، اکنون سالانه در افغانستان 94,000 تن گوشت مرغ تولید می شود و تلاش می شود تا کشور در این بخش به خودکفایی برسد. توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 35 پول، یک یورو 85 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه پاکستانی 536 افغانی و 1000 روپیه هندی 1065 افغانی. وضعیت هوای کابل چند شهر دیگر کشور. و همچنان از همراهیتان با خبرهای این ساعت سپاسگزار بود. شبتون خوش، خدا نگهدارتون.